Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت امیر المومنین سیدنا مرزا مسرور احمد حیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خلیفہ پنجم مسیح و امام مہدی علیہ السلام بعد از تلاوت تشہد تعوذ و سورہ فاتحہ فرمودند حضرت مسیح موعود علیہ السلام در تألیفات و تعلیم خود بارها و بارها نیاز به ظهور و لزوم ظهور مصلح در این عصر را بیان فرموده است. ایشان به اثبات رساندند که ظهورشان از سوی خداوند متعال کاملا مطابق با نیاز زمان و به تطابق سنت خداوند متعال و پیشگویی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. به همین دلیل حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند می خواهم به عنوان اتمام حجت بیان کنم که خداوند متعال با یافتن این عصر پر از ظلمت و غرق در غفلت و شرک و کفر و با مشاهده زوال ایمان و راستی و تقوا و درستکاری مرا مبعوث کرده است تا بار دیگر حقایق فکری، جسمانی، اخلاقی و معنوی را در جهان باز گرداند و اسلام را در برابر هجوم کسانی که در کسوت فلسفه و تبعیت‌گرایی و بدعت و شرک و الحاد و صدمه زدن به این باغ الهی نقشه می کشند حفظ کند. پس ای جویندگان حقیقت بیاندیشید و مشاهده کنید آیا این همان زمان نیست که از آسمان برای اسلام دعوت می شود؟ آیا هنوز برای شما آشکار نشده است همه ظلم هایی که در قرن قبل قرن 13 هم بر سر اسلام آمده و صدمات غیر قابل تحملی که به دلیل گسترش گمراهی متحمل شدیم؟ آیا هنوز از تمام بلاهایی که اسلام را در بر گرفته است آگاه نشده اید؟ آیا هنوز به شما نگفته اند که چه تعداد از مردم اسلام را ترک کرده و به مسیحیان پیوسته اند؟ ملحد و تبعیتگرا شده اند؟ تا چه اندازه شرک و بدعت ها جایگزین وحدت خداوند و سنت های او شده است؟ و در سراسر جهان تا چه اندازه کتاب هایی بر ضد اسلام نوشته و منتشر شده است؟ پس بیندیشید و بگویید آیا لازم نبود در این قرن کسی از جانب خداوند متعال مبعوث شود که در مقابل این هجوم های خارجی دفاع کند؟ اگر نیازی نبود پس عمدن لطف الهی را رد نکنید و از کسی که ظهورش بر حسب نیاز قرن حاضر و در رأس آن بوده و از همان ابتدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره ظهورش پیشگویی فرموده بودن روی نگردانید. سپس حضرت
مسیح موعود علیہ السلام در ارتباط با مزایای ارزیابی صداقت ظهور یک فرد می فرمایند برای این که فردی را راستگو بدانیم لازم نیست ظهور او در کتاب آسمانی به وضوح ذکر شده باشد. اگر این شرط ضروری باشد پیشگویی هیچ پیامبری قابل استنباط نیست. حقیقت این است که وقتی کسی ادعای نبوت می کند ابتدا نیاز زمان در نظر گرفته می شود، سپس بررسی می شود که آیا او در زمانی ظاهر شده است که پیش از این توسط پیامبران دیگر پیش بینی شده است یا خیر. در ادامه به این موضوع نیز پرداخته می شود که آیا خداوند از او حمایت کرده است یا خیر. سپس باید دید که آیا به ادعای دشمنان پاسخ کامل و کافی داده شده است یا خیر. وقتی همه این معیارها برآورده شد آنگاه باور می شود که فرد صادق است. در غیر این صورت نه. اکنون بدیهی است که بدون شک زمان نیاز به یه مسئله الهی برای رفع تفرقه در اسلام و حفظ اسلام و از هجوم های خارجی و احیای معنویت از دست رفته در جهان دارد. وی که پس از یقین مجدد ریشه ایمان را سیراب می کند و از گناه و خطا رهایی می بخشد و به تقوا و نیکی باز می گرداند. از این رو ظهور من به طور آشکارانه مطابق با این نیاز زمانه است که معتقد نیستم کسی جز فردی به شدت تعصبی می تواند آن را انکار کند. شرط دوم یعنی این که آیا در زمان او پیشگوی پیامبران دیگر ظهور کرده است یا نه. با ظهور من نیز محقق شد، زیرا پیامبران پیشگویی کرده بودند که مسیح موعود در پایان هزاره ششم ظهور خواهد کرد. از این رو طبق شماری قمری هزاره ششم که از زمان حضرت آدم به شمار می آید مدت هاست به پایان رسیده است و مطابق تقویم شمسی در حال پایان است که همچنون اکنون به پایان برسد. علاوه بر این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که در رأس هر قرن یک مسئله ظهور می کند تا دین را احیا کند. اکنون 21 سال از این قرن 14 گذشتند. آن موقع وقتی حضرت مسیح موعود علیه السلام نوشتند بیان می کنند و سال 22 دارد به پایان برسد. آیا این نشانه ظهور این مسئله نیست؟ فرقی نمی کند که دیگران این را بپذیرند یا نه و مخالفان ما صداقت حضرت مسیح موعود علیه السلام را بپذیرند یا نه، اما خودشان فریاد می زنند و همه جا گفته می شود که اسلام به مهدی و مصلح نیاز دارد و او کشتی اسلام را استوار می کند. آن شخص موعود طبق که پیشگویی ها و نیاز زمان ظهور کرده است، اما آنها آماده نیستند او را قبول کنند. همینطور حضرت مسیح موعود علیه السلام صرفاً ادعای خود را مطرح نکردند، بلکه نشانه های بیشماری را نیز در تایید راستی خود ارائه فرمودند. در اینجا نمیتوان به همه آنها اشاره کرد، اما در یک مورد بیان کرد. یکی از نشانه های باشکوه این است که 23 سال پیش در کتاب براهین احمدیه نوشته شده بود که مردم برای نابودی این جماعت تلاش می کنند و سعی می کنند انواع دسیسه ها و نقشه ها را به کار بگیرند، اما من باعث رشد و کمال این جنبش خواهم شد و به یه ارتش تبدیل می شود. برتری آن تا روز قیامت ادامه خواهد داشت و من نام تو را در گوشه و کناره زمین آوازه خواهم بخشید. مردم دست دسته از هر سو می آیند و کمک های مالی از همه جا خواهد بود. خانه های خود را گسترش دهید، زیرا این آمادگی در بهشت فراهم می شود. می فرمایند ببینید که این پیشگویی در چه زمان نوشته شده بود و امروز چگونه محقق شده است. نشانه های خدا هستند که بینایان
آن را می‌بینند. اما به گفته نابینایان هیچ نشانه تا کنون آشکار نشده است. امروز هم پیشرفت جماعت، ورود صدها هزار نفر به جماعت و افزایش فداکاری آنها همه نشانه صداقت اوست. هیچ کشوری در جهان امروز نیست که پیام او نرسیده باشد و یا ارواح پرهیزکار به سوی اسلام کشیده نشده باشند و آن را نپذیرفته باشند. در واقع در جاهی از این قبیل اتفاقات رخ می‌دهند که خداوند متعال مردم را هدایت کرده است و آنها وارد جماعت شده‌اند. علی رغم مخالفت دشمنان ما، خداوند متعال ایمان اعضای جماعت را تقویت داده و همچنان ادامه دارد. بنابراین حمایت خداوند متعال که امروز نیز شاهد آن هستیم وسیله تقویت ایمان احمدیان است. اکنون می‌خواهم برخی از این حوادث را بیان کنم. آقای بابوی اسلام با یک یروسی اهل قرقیزستان است. می‌گوید من اهل قاشقار قشلاق قرقیزستان هستم و دلیل نگارش این نامه این است که پس از بیعت با حضرت مهدی علیه السلام به اسلام حقیقی یعنی جماعت احمدیه می پیوندم. علت ورود من به جماعت احمدی این است که حضرت مهدی علیه السلام برتری های اسلام را به نحو شگفت‌انگیزی ارائه فرمودند. من یقین پیدا کردم که فقط امام مهدی است که می تواند زیبایی های اسلام را این گونه ارائه دهد. سپس می نویسد خداوند متعال من را به فردی با تقوا تبدیل کند و توفیق عمل به 10 شرط بیعت را به من عطا فرماید. این توصیفات مربوط به یک فرد نشین در یک نقطه دوردست است. این موضوع تنها در یک مکان نیست بلکه در هر کشوری وجود دارد. در استان مانیما کنگو مکانی به نام رودیکا وجود دارد. یکی از دوستان مسیحی به نام آقای فیروز ماجیک بروشور از جماعت دریافت کرد و که در آن به ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام با برکت نظام خلافت در جماعت احمدیه اشاره شده بود. با خواندن این او یه دگرگونی کامل پیدا کرد. او شروع به گفتن کرد این همان اسلامی است که من در جستجوی آن بودم. پس از بیعت وارد جماعت احمدیه شد. همینطور دوست دیگری به نام آقای حسین است که بروشر جماعت را خواند و وارد جماعت احمدیه شد. در واقع او حتی به تبلیغ هم پرداخت و تا زمان دریافت گزارش 5 نفر بر اثر تبلیغش وارد آستان احمدیه شده بودند. از این رو این گونه است که مردم نه تنها خودشان به جماعت احمدیه می پیوندند بلکه در حال تبلیغ نیز هستند. این لحظه ای برای تأمل برای کسانی است که از پیش احمدی هستند که آنها نیز باید به تبلیغ توجه کنند. منطقی شی نیانگا دانزانیا وجود دارد، جایی که بخش محلی جماعت موان نگالانگا وجود دارد. پس از تأسیس جماعت در آنجا احمدی ها در زیر سایه درختان نماز می خواندند. در این مدت شخصی به نام محمد فونگو نگان به شدت به مخالفت با جماعت پرداخت و همراه با عده افراد اعلام کرد این احمدی ها مسلمان نیستند و ما مسلمانان به سرعت در این منطقه مسجد می سازیم. این شخص حتی یک خانم سرشناس ضمانت گرفت که بودجه مسجد را تأمین کند. از طرفی احمدی مخلص به نام آقای رمضان بود که زمین خود را برای ساخت مسجد وقف کرد. پس آن شخص تمام تلاش خود را کرد تا آن قطعه زمین به غیر احمدی برسد. اما این احمدی از ابتدای ساخت مسجد جماعت تا تکمیل آن ثابت قدم بود. در این مدت تبلیغ جماعت به خاندان آن شخص مخالف رسید. در حالی که او مخالفت میکرد پیام احمدیت به خانش رسیده بود و خداوند متعال به همسر و فرزندانش توفیق داد که احمدیت را بپذیرند و او را در مخالفت تنها گذاشتند. اگر این شخص و امثال او بسیارن عقل و شعور داشتند می دانست که همین امر کافی است. برغم مخالفت هایش خداوند متعال در دلهای همسر و فرزندانش شور اسلام واقعی را آغشته کرده است. او نمی توانست هیچ تأثیری بر آنها اعمال کند. هیچ انسانی
قدرت ایجاد این ایمان و دیگر گونی را ندارد. هرگز این تنها به لطف خداوند متعال امکان پذیر است. سپس مثال دیگری از تقویت ایمان و حمایت خداوند متعال است. اکنون در نقطه کاملا متفاوت از جهان، در ارجنتین که در آمریکای جنوبی است، گاهی از آفریقا، گاهی کشور شوروی سابق و اکنون در آمریکا هستند، زنی به نام خانم مریله در آنجا اسلام را پذیرفت، اما به دلیل رفتار مسلمانان از اسلام دور ماند. او احمدی نبود اما اسلام را پذیرفته بود. وقتی جماعت احمدی معرفی شد، به خانه مرکزی آمد و به کلاس‌های عربی و اسلام پیوست. پس از چند ماه بیعت کرد و وارد جماعت شد. او میگوید پس از بیعت احساس سی آرامش کردم، زیرا بین آموزه‌های جماعت و اعمال آن ارتباطی دیدم و فضای واقعی رفاقت را احساس کردم. به همه فرصت خدمت داده می شود، حتی اگر تازه کار باشند و هیچ نوع تبعیض و تفریقی وجود ندارد. دخترش که غیر مسلمان است، مرکز اسلامی سنی که دبیرستان هم بود، آنجا درس می خواند. عرب آنجا پول خرج کرده اند و او در آنجا درس می خواند. وقتی مدیریت مدرسه متوجه شد که مادرش به جماعت پیوسته است، شروع به فشار بر او و تبلیغ علیه جماعت کردند. وقتی مدرسه متوجه شد که دخترش به عنوان بخشی از یک پروژه مدرسه قطعات تزئینی ویژه‌ای را برای خانه مرکزی به میل خودش آماده کرده است، مدیریت مدرسه بسیار ناامید شد و به او گفت که اگر از جماعت حمایت کنید، در مدرسه با مشکلاتی مواجه خواهد شد. شما و مادرتان باید خود را از جماعت جدا کنید. وقتی مادرش متوجه شد، بلا فاصله و بدون هیچ تردیدی خود دخترش را از مدرسه اسلام منتقل کرد و گفت حالا من و دخترم هر دو در آرامشیم که هیچ کس از نظر دین ما را اذیت نمی کند. ما جماعت را پذیرفتیم زیرا آن را حقیقت یافتیم. بنابراین با خوشحالی و افتخار این موضوع را در حضور دیگران اعلام خواهم کرد، حتی اگر آنها خوششان نیاید. این همون سطح ایمانی است که در درون این افراد وجود دارد. احمدیه وارسته به نام آقای سنت سلطانو از منطقه بخارا در روسیه ایالت سابق تعلق دارد. او اهل منطقه بخارا و ازبکستان است. او در روسیه کار می کند. او گفت من تنها احمدی در خانواده هم و همواره معارف اسلام احمدیه را به همسر و فرزندانم معرفی می کنم. من مشتاقم همسر و فرزندانم احمدی شوند. بسیار دعا می کنم که خداوند متعال آنها را به نور اسلام احمدیت منور کند. وی می گوید در خواب دیدم که حضرت مسیح موعود علیه السلام مرا زیارت کردند و سر خود را بر قلبم نهاد و پیوسته سوره اخلاص را تلاوت کردند که به سبب آن قلبم بسیار آرام گرفت. همینطور در خواب دیدم که با همسر و پسرم در بهشت هستم و در آنجا حضرت موسی و حضرت عیسی را دیدم. آرامشی که از این خواب به دست آوردم این است که بهشت اشاره به اسلام احمدی است که تعلیمش آسمانی است و خداوند متعال همسر و پسرم را نیز به لطف خود وارد بهشت می کند. چند روزی از خواب نگذشته بود که خدای متعال قلب پسر 19 سالم دیار بیگ سینتو را به سوی اسلام احمدیه کشود و او بیعت کرده. آن روز برای من یه روز شادی بی نظیر بود. من برای من غیر ممکن است که بتوانم آن را با کلمات بیان کنم. خداوند متعال قلب همسرم را همین گوره بگشاید و او را به دامان اسلام احمدیه بیاورد. این شور و غیرت این مردم است. از انگلستان یه بانوی تازه احمدی است. میگوید من یک پشینه مسلمان دارم. ایه خانواده اهل سنت افراطی بودم. او میگوید فقط به ما گفته شد که اسلام سنی اسلام واقعی است. او میگوید یک روز در مسجد ناصر نزدیک دانشگاه در جلنگم صدای آذان شنیدم. وقتی به خانه آمدم با خوشحالی به پدرم گفتم که نزدیک دانشگاه ما مسجد زیبایی است. پدرم با شنیدن این مطلب تحقیقی کرد و متوجه شد که اینجا مسجد احمدیان است. او به شدت مرا از رفتن من کرد و گفت این مسجد قادیانیان است.
و آنها به خاتمیت نبوت اعتقاد ندارند. اینها ادعای نادرستی است. پیامبر خود را آفریدند و غیره. پس از این مسجد دوری کنید. او میگوید اولین بار منم با آنچه پدرم گفته بودم موافقت کردم، اما قلبم آن را قبول نمی کرده. احساس می کردم باید در مورد احمدی ها بیشتر تحقیق کنم، اما از طرف این ترس از طرف خانوادم وجود داشت که متوجه شوند و از این رو ناراحت شوند. همچنین در دانشگاه با چند احمدی هم آشنا شدم. من مدام با آنها در مورد اسلام احمدی گفتگوهای عمیقی داشتم. در ابتدا فقط می خواستم به آنها ثابت کنم که اسلام سنی اسلام واقعی است، اما به دلیل این نوع گفتگو اشتیاق من به تحقیق در مورد احمدیه مدام بیشتر می شد. سپس با وبسایت جماعت آشنا شدم. در آنجا ویدیوهای زیادی برای تماشا و محتواهای فرمان برای خواندن پیدا کردم. سوالاتی درباره اسلام داشتم که نمی توانستم پاسخ قانع کننده‌ای برای آنها بیابم. اما وقتی درباره ادبیات جماعت تحقیق کردم، شروع کردم به یافتن پاسخ برای سوالاتی که می پرسیدم. حضور اینجا می فرمایند حال جوانان احمدی نیز باید توجه داشته باشند که اگر به جای این که تحت تاثیر دیگران قرار بگیرند، به دنبال علم و دانش بگردند، پاسخ خود را خواهند یافت. بنابراین جوانان تحت تاثیر قرار می گیرند. او می گوید سپس شروع کردم به دعا کردن که خداوند متعال نشانه‌ای به من نشان دهد. این یک روش بسیار عالی برای دریافت راهنمایی و یافتن مسیر درست است. حتی اگر احمدی قدیمی یا جدید باشند، باید از خدای متعال بخواهیم که ایمان من استوار شود و نشانه به ما نشان دهد و مدام هدایت کند. با این حال میگوید در این مدت خوابهای زیادی دیدم. در یک خواب دیدم در کنار رودخانه ای هستم و در کنار دیگری از رودخانه حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمت الله علیه وارد تالار می شوند. من می خواهم از رودخانه رد شوم و به کنار دیگر برسم، اما جریان رودخانه سریع است. حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمت الله علیه می فرمایند خداوند بنده خود را تنها نمی گذارد. همین که این را می گویند رودخانه ناپدید می شود و من به آن طرف می رسم. همینطور او هم مرا در خواب دید و مرا در چنین حالتی دید که بسیار متاثر شد. می افزاید مادر بزرگ پدریم را در خواب دیگری دیدم و او گفت وقتی به اسلام آباد رفتی مرا هم یاد کن. او می گوید همه این خوابها برای من نشان واضحی بود. بس بیعت کردم. حالا این گرفتن انگشت و آوردن کسی به سمت احمدیه و ایجاد یقین در قلب، اگر این نشانه حمایت خداوند متعال نیست پس چیست؟ اکنون دوباره در روستای در یکی از کشورهای آفریقایی بنگرید که چگونه خداوند متعال پس از این که او را قادر به پذیرش احمدیت کرد، به ایمان استوار هدایت کرده. در منطقه دوری بورکینا فاسو یک خادم احمدی به نام آقای جابر از بخش محلی تاکا در مصرعی کار می کرده. عده‌ای از تروریست ها او را دستگیر کردند و گفتند امانطور که دیروز در مهدی آباد احمدی ها را کشته ایم، شما را نیز خواهیم کشت. سپس تلفن همراه او را گرفتند و چک کردند و سخرانی های مبلغان جماعت را پیدا کردند. پس از شنیدن این سخنان گفتند ما در جستجوی همه این آقایان هستیم، زیرا در رادیو احمدی تبلیغ میکنند. همچنین از احمدی خادم جویای پدرش شدند و گفتند فردایی به روستای شما میاییم. وقتی متوجه شد به خانه آمد، پدر و اعضای خانوادش را برد و به محمد آباد رفتند، جایی که شاخه محلی دوری بسیار بزرگ است و خانه و تمام وسایلش را پشت سر گذاشت. روز بعد تروریست ها به روستا رسیدن و پس از این که یکی از اهالی روستا را مجبور کردن که آدرس خانه را به آنها بگوید به آنجا رفتم. تمام خانه را گشتن و همه وسایلشان را بیرون از خانه انداختن و مدام می گفتن هر کی احمدی اینجاست او را می کشیم. با وجود این خانواده که قبلا از آنجا رفته بودن و در این زمان در محمد آباد زیر نظر مدیریت جماعت به سر می برند. شهدای بورکینا فاسو با فدا کردن جان خود
ایمان احمدی های آنجا را تضعیف نکردن. در واقع روز به روز بر ایمانشان افسوده می شود. آن بیچاره ها امکانات اندک و روزی هایشان را رها کردیم. خانه هایشان را رها کردیم. یا حتی وسایل زندگیشان را که به آن وابسته بودن اما ایمانشان را رها نکردیم. تنها چند سال است که احمدیه را پذیرفتیم. اما در ایمان خود پیشرفت می کنند. هیچ موجودی جز خداوند متعال نیست که به این شکل ایمان آنها را تقویت می کند. از یک سو می بینیم که با وجود مخالفت به احمدیت ایمان مردم تقویت می شود و از سوی دیگر مصادیق فراوانی می بینیم که چگونه خداوند متعال در دل مردم به پذیرش حضرت مسیح موعود علیه السلام الهام می دهد. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند این زمان است که در جستجوی حقیقت باشید. سپس خداوند متعال نیز کمک خود را می فرستد. در آفریقای مرکزی مکانی به نام یالوکه وجود دارد. معلم آنجا می نویسد ما برای تبلیغ به آنجا رفتیم و 150 مرد و زن برای شنیدن پیام ما جمع شدند. در مورد نشانه های ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام سخنرانی کردم و مردم بعد از آن سوالاتی را مطرح کردند، اما امام مرکزی آنجا آقای سمسا عمر اجازه صحبت خواست و بعد تلاوت آیه و کل جال حق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوکا شروع کرد. سپس گفت ما هرگز درباره پیامی که شما آورده اید نشنیدیم و تحقیق نکردیم الحمدلله، زیرا امروز حق به روستای ما رسیده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که باید حضرت مهدی علیه السلام را بلا فاصله بپذیرید. بنابراین امروز من به همراه 40 نفر از یارانم وارد جماعت اسلامی احمدیه می شویم. سپس می گویند خداوند متعال ما را توفیق داد که بر این حقیقت ثابت قدم باشیم. خداوند متعال مخالفان را چگونه به سوی جماعت جلب می کند؟ وقایع بیشماری در این مورد وجود دارند. مکانی به نام نمنا در منطقه کولی کورو کشور مالی وجود دارد. می گویند این سال قبل از برگزاری جلسای منطقه جماعت در کولی کورو اعلامیه هایی را در رادیو منتشر کرد. با توجه به این که این روستا در یک منطقه دور افتاده است، گاهی اوقات رادیو قابل شنیدن بود و گاهی اوقات نه. با این حال در اون روزها رادیو قابل شنیدن بود. در نتیجه یک غیر احمدی به نام صدیق چرا تصمیم گرفت در جلسه شرکت کند. او دوستی را همراه خود آورد که او صدیق چرا را از شنیدن معارف احمدی من می کرد. می گفت به پیام احمدی گوش ندهید که اینها کافرند. با این وجود پس از اصرار دوستش هر دو پس از طی مسافت 80 کیلومتری به سختی برای شرکت در جلسه آمدند. آنجا هیچ جاده‌ای وجود ندارد. پس از پرسیدن مسیرها دو روز قبل از شروع جلسه به محل برگزاری جلسه رسیدند. رئیس محلی و اعضای جماعت میزبان آنها بودند. آنها حتی قبل از شروع جلسه به احمدی معرفی شدند. در ایام جلسه به سخنرانی ها گوش می دادند و نماز تهجد را با جماعت می خواندند و شاهد محبت و اخلاص متقابل اعضای جماعت بودند. آنها عمیقاً تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتند. در آخرین روز جلسه که به عنوان مهمانان دعوت شدند تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، ابراز احساسات کردند و همچنین پذیرفتن احمدیه را اعلام کردند. بلا فاصله پس از آن فوراً دوست او هم خواستار به اشتراک گذاشتن افکار خود شد و گفت راستش من با دوستم آمده بودم تا نظر منفی به او بدهم، اما برعکس خودم احمدیه را پذیرفتم. بنابراین او نیز وارد آستان احمدیه شد. کنگو برازاویل نیز یک کشور آفریقایی است. مرد جوانی به نام آقای سیریل که مدرک تحصیلی خود را در دبیرستان تکمیل کرده است، او زیر نظر مبلغان کاتولیک روستا شروع به یادگیری مسیحیت کرد. پس از فراگیری آموزش تبلیغی قرار بود از طریق کلیسا به دانشگاه برود
در این مدت او با مبلغ محلی ما در آنجا تماس گرفت که میگوید ما شروع به تبلیغ به او کردیم. او متوجه شد که نه او و نه استاد مبلغش نمیتواند استدلال های جماعت احمدیه را رد کنند. در نتیجه به جای این که مبلغ مسیحی شود بیعت کرد و وارد جماعت احمدیه شد. اکنون به عنوان مبلغ اسلام احمدیه تبلیغ میکند. یک مبلغ برای تبلیغ در منطقه تامباکوندا در سینیگال برنامه ریزی کرد. او میگوید چند سال پیش مردی به همراه همسر و فرزندانش احمدیه را پذیرفتند، اما مردم روستا به آنها مخالفت کردند. امسال پس از دیدارهای مکرر با رئیس و امام جماعت روستا برنامه‌ای برای تبلیغ احمدیه در نظر گرفته شد. از رؤسا و امامان و مردم روستاهای اطراف نیز دعوت شده بود. معلمان در مورد وضعیت کنونی جهان و نیاز به حضرت مسیح موعود در این عصر و ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام و نقش جماعت احمدیه در پیشرفت اسلام سخنرانی کردند. پس از آن دمان برای پرسش و پاسخ بود. مردمی که از روستاهای اطراف آمده بودند میگفتند که نام احمدیه را در کشورهای همسایه خود گامبیا شنیدند، اما با اعتقادات ما آشنا نیستند. امروز در این اجتماع پس از شنیدن توضیحاتی در مورد اعتقادات جماعت بدون هیچ سوالی اعلام کردند که وارد آغوش احمدیه می شوند. در پی آن امام جماعت روستا برخاست و صداقت جماعت احمدیه را اعلام کرد. در همین راستا دهیار روستا نیز از ورود خود به و خانوادش به جماعت احمدی اعلام کرد و گفت اگر حاضرین شک دارند صحبت کنند و اگر نه بعد از آن بهانه‌ای وجود ندارد. پس از آن همه حاضران و خانواده هایشان اعلام کردند که وارد جماعت احمدی می شوند. خداوند متعال از این طریق مردم را به خود جذب می کند. ازبکستان کشوری از کشورهای روسیه است. در آنجا یه تازه احمدی به نام مسلم او منصور است. او میگوید قبلا عقاید امام ابو حنیفه را قبول داشتم، روزی دوستم مرا با خود نزد استاد احمدی برد تا عربی یاد بگیرم. در این یادگیری زبان عربی همچنان از استادم درباره اسلام سوال میکردم. آنقدر جوابهای عالی گرفتم که راضی بودم اگر به دنبال پاسخهای واقعی بگونه که در دل نفوذ کند، منطقی و صادقانه باشد، این پاسخها را در جایی غیر جماعت احمدیه نمیتوانید بیابید. حضرت مسیح موعود علیه السلام این پاسخها را به ما دادند و آن را روشن کردند. وی در ادامه میگوید وقتی منبع واقعی این پاسخها را از استادم پرسیدم، ما را به جماعت احمدیه معرفی کرد. وی در ادامه میگوید دلم از قبل راضی بود و به همین دلیل بیعت کردم و به جماعت پیوستم. برای من دعا کنید که خداوند متعال به من توفیق دهد که در این راه ثابت قدم بمانم. خداوند متعال نه تنها حقانیت حضرت مسیح موعود علیه السلام را به مردم ثابت میکند، بلکه با نظام خلافت احمدیه کمک نیز میکند. ایمان افراد را از طریق رؤیاها استوار میکند. معلم منطقه تامباکوندا در سینیگال برای تبلیغ به یه سفر رفت. میگویند معلمین شروع به تبلیغ و معرفی جماعت کردند. یک نفر به نام محمد دیالو پرسید آیا شما جماعت احمدی هستید؟ معلم پاسخ مثبت داد. آقای دیالو پاسخ داد همین چند روز پیش مردی به خوابم آمد و گفت از میان همه فرقه های اسلام فرقه احمدی نماینده درست و راستین اسلام است. شما باید وارد آن شوید. حالا فردای آن روز شما تشریف آورده اید. پس باید حقیقتی در این مورد وجود داشته باشد. معلم عکسای خلفا را با تلفن همراه به اون نشان داد. از جمله عکس من، او با دیدن عکس من گفت که این همان شخصی است که در خواب به سراغش آمده بود و این شخص می گفت که او خلیفه جماعت احمدی است. در این نقل این واقعه چشمانش اشک‌آور شد. با همانجا با احساسی بسیار اعلام کرد که
خود و خانوادش وارد جماعت احمدی می شوند. او اکنون نیز مشغول تبلیغ پیام جماعت احمدی است. سپس واقعی دیگری از پذیرش احمدی از طریق خواب رخ می دهد. کنگو کنشاسا کشوری متفاوت صدها مایل دور تر است. رئیس یکی از مناطق آنجا باسم منیر که از مسیحیت به احمدیت گرویده است می گوید وقتی مبلغان جماعت برای انتشار پیام به اینجا اومدند من اسلام را یک دین تروریستی می دانستم. این پروپاگاندایی غیر مسلمانان است که در مورد اسلام تبلیغ می کنند. با این حال اسلام ارائه شده توسط مبلغان احمدی برای من حیرت انگیز بود و من قبلا از مسیحیت هسته شده بودم. با دیدن این همه اینها خیلی نگران شدم و به همین دلیل شروع به دعا کردم. در این مدت یک شب در خواب دیدم که مردی حکیم نزد من آمد و گفت آنها را رها کن و بیا اینجا. توضیحی که از خداوند متعال فهمیدم این بود که مسیحیت را ترک کنم و به احمدیه بیایم. از این رو بیعت کردم و به دامان احمدیه پیوستم. چاد یکی دیگر از کشورهای آفریقایی است که در آن واقعی دیگری رخ داده است. آقای عبدالله موسی که از یک قبیله عرب است و مسئول مبلغ محلی می نویسد چند ماه پیش معلم محلی ما به ملاقاتش رفت که در منطقه خود برای انجام برخی کارها در رابطه با انسانیت اول رفته بود. هنگامی که معلم برای بار دوم به منطقه خود رفت ترجمه عربی کتاب فلسفه اصول اسلامی حضرت مسیح موعود علیه السلام را به او داد تا بخواند. چند هفته بعد آقای عبدالله به پایتخت در چاد آمد و با معلم تماس گرفت و درباره وفات حضرت عیسی علیه السلام سوال کند. گفت در مورد زنده بودن حضرت عیسی علیه السلام سوالات زیادی از علما مطرح کردم ولی هیچ یک از آنها پاسخ قانع کننده ای نداشتند. شب را در خانه معلم گذراند. تمام شب را در مورد احمدیه و حضرت مسیح موعود علیه السلام سوال پرسید و می گفت از خداوند متعال دعا می کنم که مرا هدایت کند. صبح روز بعد از نماز فجر اندکی خوابید و سپس بیدار شد. ناگهان بلند شد و به معلم گفت وقتی خواب بودم صدایی در خواب شنیدم که می گفت یأتی من بعد اسمه احمد. وقتی معلم این آیه را به او گفت و دلیل بر حقانیت مؤسس جماعت ماست، آقای عبدالله گفت خدای متعال مرا هدایت کرده است. او عربی مطالعه کرده بود. وقتی فهمید که این یکی از معنای این آیه است این گونه احمدیت قبول کرد. جزایر مارشال جزیره‌ای در آمریکای جنوبی است. مبلغ آنجا می نویسد که آقای حرم لاجر در یک کالج تدریس می کرد. مبلغ برای ترجمه آیه از قرآن کریم به زبان مارشالی با او تماس گرفت. وقتی مبلغ برای انجام ترجمه پیشش رفت و فهمید که این آیه از قرآن کریم است نگران شد، زیرا اسلام برایش کاملا تازگی داشت. او می گفت من از هر ترجمه هر متن دینی می ترسم، به ویژه به این دلیل که بین کتاب مقدس و قرآن تفاوت‌های زیادی وجود دارد. به هر حال ترجمه را انجام داد. مبلغ می گوید چند ماه بعد از او شروع به یادگیری زبان مارشالی کردم. به مسجد می آمد تا به من زبان بیاموزد. در این مدت اغلب درباره اسلام صحبت می کردیم و او را با تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آشنا می کردم که در نتیجه با معارف اسلام بسیار آشنا شد. چندی پیش پیامی به مبلغ در جزایر مارشال فرستادم تا کتاب آموزه های ما کتاب حضرت مسیح موعود علیه السلام را به زبان مارشالی ترجمه کند، زیرا احمدی های جدید به آموزش اخلاقی زیادی نیاز دارند. او می گوید من با آقای لاجر در این مورد صحبت کردم و او تمایل خود را برای کمک ابراز کرد. او می گوید اکنون تصور او از اسلام کاملا تغییر کرده است. این بار اشاره کرد که نگران شغلش است که به او توصیه کردم که نماز بخواند نه به نام عیسی بلکه دعا بخواند نه به نام عیسی بلکه باید با خدای متعال دعا کند. از این رو به دعا ادامه داد و چند هفته بعد
وزارت فرهنگ اداری جدیدی را افتتاح کرد و بلا فاصله در رشته ای که درخواست کرده بود به او استخدام کردند. گفت اکنون وقتی دعا می کنم از ذکر نام عیسی باز می دارم و در عوض به درگاه خداوند متعال دعا می کنم. آقای لاجر با دیدن این نشانه قبولی دعا و با خواندن کلام حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کرد و ترجمه کتاب آموزه های ما حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز به پایان رسید. این گونه است که خداوند متعال دلهای مردم را به سوی اسلام و حضرت مسیح موعود علیه السلام می کشاند. مسیحیت مدعی برافراشتن پرچم خود در جهان بود، اما اکنون مسیحیان زیر پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می آیند. با دیدن این چشم به اصطلاح حافظان ایمان باز نمی شود، ولذا امرشان بر خدای متعال است. کاری که خداوند متعال برای انتشار پیام اسلام به گوشه و کنار جهان از طریق حضرت مسیح موعود علیه السلام و جماعت احمدی انجام می دهد، انشاءالله به کامیابی و شکوفایی خود ادامه خواهد داد. کسی نیست که جلوی کار خدا را بگیرد. با این حال هر احمدی باید بفهمد که تنها پذیرش ادعای حضرت مسیح موعود علیه السلام کافی نیست، بلکه باید آن تغییرات صالحانه ای را در درون خود ایجاد کنیم که واقعا بازتاب تعالیم حقیقی خداوند متعال باشند، به گونه ای که بازتاب عملی سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشند. زمانی این اتفاق می افتد، ما حتما از نعمت های خداوند متعال بهره مند خواهیم شد. خداوند متعال به ما توفیق دهد تا در این مسیر استقامت نشان دهیم. دعای خود را برای مردم فلسطین ادامه دهید تا خداوند آنها را از ظلم و ستمی که بر آنها روا می شود نجات دهد. گفته می شود که یک وقفه چند روزه در جنگ اعمال می شود تا کمک های بشر دوستانه ای لازم ارسال شود. با این حال پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پس از تحویل کمک آیا آنها دوباره شروع به حمله به آنها می کنند؟ نیت دولت اسرائیل خطرناک به نظر می رسد. اخیراً یکی از وزرای کلیدی آن تهدید کرد که در صورت عدم از سرگیری جنگ بلا فاصله پس از این توقف موقت استعفا خواهد داد. پس این طرز فکر آنهاست. در حالی که قدرت های بزرگ اظهارات ظاهری مبنی بر همدردی گسترده دارند، آنها عادلانه عمل نمی کنند. آنها در این مورد جدی نیستند. آنها غافلانه بر این باورند که اوضاع محدود به آن منطقه خواهد بود، در حالی که اغلای آنها شروع به ادعا کردند که جنگ فقط محدود به آن منطقه نمی شود، بلکه دامنه آن را گسترش پیدا می کند و در نهایت به کشورهای آنها نیز سرایت می کند. برخی از دولت های مسلمانان شروع به صحبت کردند. به عنوان مثال پادشاه سعودی که من شنیدم گفته است که مسلمانان باید یک صدا عمل کنند. پس برای رسیدن به این وحدت تلاش قوی نیز لازم است. اگر او واقعا این را درک کرده است، خداوند توفیق داد که این احساس به واقعیت عملی تبدیل شود. پس بر دعاها بسیار توجه کنید. بعد از نماز جمعه چند نماز میت غیب را اقامه خام کرد. اولین ذکر آقای عبدالسلام عارف است که مبلغ بود و یقیناً در سن 54 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. او به فضل خدا موسی بود، احمدی از طریق جد بزرگ مادریش محترم حاجه حسن خان که در سال 1937 میلادی در زمان خلافت دوم احمدی را پذیرفت. همسرش نیز قبلا فوت کرده است. خداوند متعال دو پسر به آنها عطا کردند که هر دو حافظ قرآن هستند. یکی از آنها مبلغ است، فکر میکنم دیگری یه فداکار زندگی است. پسرش حافظ عبدالمنعم که مبلغ است میگوید او بسیار دوست داشتنی بود و ما را با محبت تربیت کرد. او نه تنها با فرزندان خود با محبت رفتار میکرد، بلکه با اعضای خانواده خود نیز روابط بسیار محبت آمیز داشت
و با آنها رابطه محبت آمیز داشت. به طور کلی با مردم روابط مهربانه داشت. به همین دلیل پس از درگذشت او افراد زیادی به دیدار او رفتند و در مورد رابطه خود با او صحبت کردند. او میگوید محبت و عزت خدا و رسولش و حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلافت را چنان در دلهای ما مستقر کرد که هرگز از دل ما خارج نمی شود. در واقع او حتی به ما گفت که ما باید به فرزندانمان نیز چنین تربیت کنیم، بلکه هر دو برادر فداکار زندگی هستند. برادر دیگر نیز فداکار زندگی است. او میگوید وقتی مادرمان از دنیا رفت به ما توصیه کرد که صبور باشیم و خودش هم صبور بود. راجی مبارک یکی از دوستان او که مبلغ است میگوید من هم کلاسی او بودم و بیشتر وقتم در جامعه و در محل تبلیغ با او گذراندم. او یک شخصیت فرشته‌ای بود. او در سطح عبادت و تقوا بسیار برجسته بود. چیزهای زیادی از او یاد گرفتم. او بسیار مؤدبانه صحبت میکرد و همیشه با استدلال قوی صحبت میکرد و هرگز با کسی دعوا نمیکرد. مردم با او دعوا میکردن یا به ناحق با او رفتار میکردن، اما او همیشه با آنها به گرمی برخورد میکرد و هرگز سعی در تحقیر و رسوایی آنها نداشت. او از دیگران بسیار مراقبت میکرد. این در واقع ویژگی است که یک مبلغ واقعی باید داشته باشد. وی در ادامه میگوید هر جا که رفت عشق خلافت را در دل صدها نفر القا میکرد. آنان را چنان خوب تربیت کرد که پس از رحلت او مردم از جاهای مختلف برای دیدار با خانوادش میآمدند و با ذکر مربی صاحب بسیار گره میکردند و میگفتند که گوی جماعتشان یتیم شده است. او گاهی مایل ها را با پای پیاده طی میکرد. او 5 یا 10 کیلومتر را پیاده طی میکرد و وقتی مردم به او میگفتند که جماعت هزینه های سفر را تأمین میکند و بنابراین میتواند با 3 چرخه برود، در جواب میگفت اگر من پول جماعت را صرف جویی میکنم شما چرا نگران میشوید؟ مایل ها را پیاده طی می کرد و جوامع مختلف ملاقات می کرد. خداوند متعال وی را درجات و منزلت را عطا فرماید و همواره چنین مبلغان وفادار و زحمت کشی را به جماعت عطا فرماید. باشد که فرزندانش نیز قادر سازد تا به اعمال نیک او ادامه دهند. جنازه دوم آقای محمد قاسم خان است که در حال حاضر در کانادا اقامت داشت و نائب ناظر بیت المال خرج اسبک بود و اکنون از خدمت باز نشسته شده بود. وی در سن 83 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. وی فرزند آقای نظر احمد خان و دوماد آقای قاضی محمد نظیر لایل پیری بود. پسر متوفا محمد خالد خان میگوید او این فرصت پیدا کرد که شاهد 4 دوره خلافت باشد. در تمام دوران خلیفه سوم به سمت منشی خصوصی خدمت کرد. وی همچنین با خدمت به عنوان سروان در نیروی فرقان این فرصت را داشت که به کشور و جماعت خود خدمت کند. نیروی فرقان در ایام جنگ تأسیس شد و خود نیز جزء آن بود. به اقامه نمازهای 5 گانه و تلاوت قرآن کریم توجه زیادی داشت و توجه فرزندان خود را نیز را به این امر جلب می کرد. همچنین او نمونه خارق‌العاده‌ای از سادگی و امانتداری بود. همچنین به فرزندان خود می آموخت که با خلافت بپیوندند، پیوند برقرار کنند. او مانند یک شمشیری بدون غلاف برای خلافت بود. خداوند متعال به او امردش و رحمت خود عنایت فرماید و فرزندانش را به اعمال نیکش ادامه دهند. یادی دیگر از شاعر بسیار بسیار معروف جماعت ما به نام آقای عبدالکریم قدسی است که اخیراً درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. احمدیه از طریق پدرش الله دیتا که در سال 1934 میلادی به دست حضرت مسلم عود رضی الله عنه بیعت کرد وارد خانواده متوفا شد و پس از ورود به جماعت احمدیه مانند یک فدایی به زندگی خود ادامه داد. او همیشه به تبلیغ مشغول بود و به بسیاری از خانواده های مخفیانه در احمدیه کمک می کرد. او در تمام عمر خود با روحیه فداکاری به خدمت به جماعت ادامه داد. همسرش خانم بشرا کریم که
نگاه ایشان را حضرت خلیفه سوم مسیح رحمه الله علیه اعلام فرمودند. آنها 4 فرزند دارند. یکی از پسران آنها آقای عبدالکبیر کمر مبلغ است و در حال حاضر به عنوان استاد در جامعه احمدی روی خدمت می کند. قدسی صاحب همچنین به جماعت خدمت کردند و به مدت 30 سال به عنوان بخش مالی جماعت در شهر رچنا لاهور خدمت کرد. او همچنین در سمت های مختلف دیگری توفیق خدمت پیدا کرد. او شاعر بسیار خوبی بود. مجموعه های زیادی سروده است که به چاپ رسیده اند. اما یکی از خدمات برجسته او ترجمه اردو و پنجابی قصیده یا عین فیض الله والعرفانی است. و غیر از این او 313 بیت از دررسمین را نیز به زبان پنجابی ترجمه کرده است. گفته می شود که دوران خاصی در زندگی او آمد که در دلبستگی به جماعت سست شد. خود اون نوشته است که در سال 1968 روستای خود کرتو پندوری را ترک کرد و برای استخدام به لاهور سفر کرد. وقتی به اینجا آمد شروع به سکولارا شدن و در افکار و قیدش کرد. در نتیجه گاهی و برای اقامه نماز به مسجد می رفت و گاهی چون مسجد دور بود نمی رفت، همینطور گاهی نماز جمعه را می خواند و گاهی آن را ترک می کرد. می گوید که یک بار در روز نماز جمعه در خانه دوستش به صرف غذا دعوت شده بود و مسجد غیر احمدی در نزدیکی آن بود و برای اقامه نماز جمعه به آنجا رفتن. وضعیتی که او در مورد مولوی توصیف کرد امروز نیز به همین شکل است. مولوی نیمی از خطبه خود را بر ضد شیزان گذراند. شیزان یک شرکت آب میوه احمدی هاست و از کارخانه آن متعلق به احمدی است. به هر حال وی بیان میکنند که مولوی از جمله این نکته را نیز ذکر کرد که احمدیان ریگ روه را در شیره شیزان مخلوط میکنند. پس هرگز از آن ننوشید. میگوید خطبه را شنید اما بدون اقامه نماز از آنجا رفت. دوستش از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. از او پرسید آیا چرندیات مولوی را نشنیدید؟ دوستش به او گفت نگران نباش، چون همیشه چنین حرفایی میزنند. در هر صورت غذا را خورد و بعد از صرف غذا مکتی بیرون آمد. مولوی را دید که بیرون مغازه ایستاده و دارد آب میوه شیزان می نوشد. او می گوید نتوانست جلوی مولوی را بگیرد و ازش پرسید که آقای که قبلا این قدر مخالف آب میوه شیزان صحبت کرده ای و حالا خودت آن را می خوری؟ مولوی پاسخ داد که دکتر به او توصیه کرده است که با ساخارین چیزی ننوشد و در عوض آب میوه شیزان را بنوشد، زیرا آب میوه شیزان خالص است. به خاطر همین من آن را به عنوان دارو می نوشم. سپس از او در مورد مخلوط شدن ریگ روه در آب میوه شیزان سوال کردم. مولوی شروع به خندیدن کرد و گفت اگر اینها را نمی گویم پس چگونه کار خود را انجام می کنیم می دهیم. حضور فرمودند آنها این ادعا را علیه ما اعتراض می کنند که ما دین را به عنوان تجارت را انداختیم، در حالی که خودشان این کار می کنند. در هر صورت حوادث زیادی از این دست دارند. او با خلیفه وقت پیوند زیادی داشت. او همچنین تلاش کرد تا این را به فرزندان و نسل‌های خود القا کنند. همانطور که اشاره کردم ایشان از شاعران بسیار سرشناس جماعت بودند و این را افتخار بزرگی می دانستند و در مجالس شعر جماعت شعر خود را می گفتند. او این فرصت را داشت که اشعار زیادی در مورد جماعت بنویسد. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت خود قرار داد. ذکر بعدی از آقای میان رفیق احمد گندل است. او اخیراً در سن 81 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خدای متعال موسی بود. احمدی از طریق جدش حضرت میان خدا بخش گندل از کوت مؤمن وارد خانواده آنها شد. او در آن زمان تنها احمدی خانوادهش بود. در زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام که طاعون فراگیر شده بود، جوشای ناشی از طاعون نیز بر بدنش ظاهر شدند. نشانه های مختلف قبلا ذکر شد و این حادثه خاص نیست، نشانه دیگری است. برای معالجه به بهره رفت
و در اونجا که گزیده ای از حضرت مسیح مسیح علیه السلام را خواند که در آن ذکر شده بود که هر کس وارد چهار دیواری من شود از داون نجات می‌یابد. ولی زا بخانی باز که شب و همه گفت که آزم قادیان است. هنگامی که به قادیان رسیم حضرت مسیح موعود علیه السلام در مسجد مبارک نشسته بودند و در آن هنگام چیزی می نوشتند. خواست چیزی بگوید ولی چون حضرت مسیح موعود علیه السلام به کاری مشغول بودند چیزی نگفتند. وقتی حضرت مسیح موعود علیه السلام کاری را در آن مشغول بودند به پایان رساندند، خود را به حضرت مسیح موعود علیه السلام معرفی کرد و به او بهشان خبر داد که پس از خواندن نوشته او که در آن نوشته بود که هر که وارد چهار دیواری او شود از طاعون نجات می یابد به ملاقات او آمده است. آنجا بود که پس از بحث و گفتگو بیعت کرد و پس از آن کورک ها نیز برطرف شدند. و ای این را نشانه را سوی حضرت مسیح موعود علیه السلام می دانست و می گفت روزی خودش می رفیق گندل و پسرش یه بار توسط تعدادی از دانشجویان در لاهور دستگیر شدند و سپس آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، در حالی که دانش آموزان پسرش را کودک می زدند و او برای محافظت از او از خانه بیرون آمد و او نیز مجروح شد و دستش شکست. بنابراین آنها به خاطر جماعت نیز آزار و اذیت بدنی را تحمل کردند. او داماد ملک عمر مالک کوکر بود، همسر اول ملک عمر دختر حضرت میر اسحاق بود. او یک پسر و دو دختر داشت. پسر و دختر او مقیم امریکا هستند و دختر دیگرش رفعت سلطانه با دکتر مسعود احمد که در بیمارستان فصل عمر در روی خدمت می کند ازدواج کرده است. همسرش می نویسد در اقامه نماز و نماز تهجد منظم بود. او با فقیران مراقبت می کرد. خداوند متعال او را مورد غفران و رحمت خود قرار دهد و خداوند به اجرت او را به توفیق انجام نیکش عنایت فرماید. آخرین ذکر درباره خانم نسیم لایک از ایالات متحده امریکا است. وی همسر محترم سید لایک احمد بود که در شهر مدل لاهور به شهادت رسید. او نیز اخیرا درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خداستیم و به سوی او باز می گردیم. او در باگلپور هند به دنیا آمد. پدرش ابوالحسن احمدی نبود. مادرش شمت البرا خودش بیعت کرد و آن مرحوم نیز به جماعت پیوست. لکل در آن روزها افراد شایسته‌ای بودند که به همسران خود فشار نمی آوردند که چرا احمدی را پذیرفتند. با این حال مادرش احمدی را پذیرفت و به دلیل ایمان راسخ و پیوند محکمی که با خلافت داشت همه دخترانش به عقد خانواده احمدی در آمدند. تمامی خواهران مرحوم احمدی بودند. دخترش حمیره در آمریکا زندگی می کند و می گوید او کاملا وقف جماعت و نهاد خلافت بود. او زندگی خود را وقف خدمت به جماعت کرده بود. او مظهر عشق واقعی به جماعت و انسانیت بود. دلش پر از شفقت بود، مخصوصا برای فقرا و نیازمندان. او تمام تلاش خود را به کار گرفت تا تأثیر مثبتی بر اطرافیانش بگذارد. خانم نظر یکی از دخترانش که اینجا در والسال انگلستان زندگی می کند می گوید او فردی فوق‌العاده‌ای مخلص بود، به خلافت وفادار بود و همیشه از نظام جماعت اطاعت نشان می داد. او زن فوق‌العاده‌ای شجاعی بود که همیشه حرف درست را می زد و هرگز از آن عقب نشینی نمی کرد. او از هر بدعت و رسم بیزار بود و همیشه فرزندانش را در این باره نصیحت می کرد و می گفت که هر مسلمان احمدی باید از هر گونه تعقیب بیهوده خودداری کند. به فضل خداوند متعال موصیه بود او 4 پسر و 4 دختر از خود به جا گذاشته است. یکی از پسران او در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند و در سفرهای ما با ما می ماند و با پشتیکار کار می کند. خداوند آن مرحومه را غفران و رحمت واسعی خود قرار دهد و فرزندانش را بر انجام اعمال نیکش عنایت فرماید.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.